سلام دوستای عزیز، به چینل ما خوش آمدین. امروز طرز دهی یک کچولوی سرخ شده خوشمزه را که اصلا هیچ روغن به خود نمیگیره و بسیار قاق خوشمزه است براتون نشان میدم. این طرز دهی مواد لازمش بسیار کم است. دو عدد کچولو، مرچ نمک هست به ضرورت و آرد نخود و کامپلر که با هم مخلوط شده باشه کم ضرورت داریم و همچنان مقدار روغن برای ضرورت داریم. اولتر از همه کچولو رو پوست میکنیم و او رو به شکلی که در تصویر میبینین حلقه حلقه میبریم، توته میکنیم، سلایس میکنیم و همش آماده میگذاریم و بعد از او آرد نخود امرای آرد کامپلر و بسیار سادگی که من براتون نشان میدم شما مخلوط کنین. اندازش کاملا دقیق نیست و صرف شما کم از یارد کار دارین و یک کاسگک یا ظرفک کوچک یک دو قاشق از او دو قاشق از او علاوه کنین، هر دوش به هم مخلوط کنین، آماده بگذارین و بعد از او من براتون نشان میدم که چی رقم شما رو جور کنین. ببینین موارد نخود و کامپلر رو با هم مخلوط میکنم و بعد از اینکه هر دوش به هم مخلوط شد ایره ما بالای کچولو ها پاش میدیم. البته اولتر از همه بین کچولو ها کمک روغن امرای برس میزنیم. ببینین چی رقم ما رو جور میکنم. کچولو ها رو به نظرم برای تختگاه که شما غذایتان قطع میکنین برای از او بانین و بعد از او شما بین کچولوها را که البته به یکی از کچولوها به یک ورقش شما کمک همراه روغن و برس بگیرین، همراه روغن کمک به او شما روغن بزنین و بعد زو لایه دیگر برش بانین و یا میتونین در بین زو کمک مرچ همراه نمک مخلوط شده شما اضافه کنین یا بعدا زمانی که شما نوشجان میکنین مرچ نمکش اضافه کنین یا قبلا شما میتونین همراه مرچ نمک رو یک جای مخلوط کنین و بعد زو شما برش به کامفلاور و آرد پکورک هست همراه زو شما یک جایی را بپوشانین. ببینین همه کچالو را من برای از دختگک میچینم. صرف دو عدد کچالوست، کلش ورق ورق شده و کلش هم من میگیرم برای یک طرف روغن میزنم، باز لایه دیگر برایش میمانم و بازو با آرد نخود و آرد کامفلاور که یک جا به هم مخلوط شده با هم میپوشانیم. به همین سادگی شما یک پیش غذا یا به وقت چای اگر میخواین یک چیز خوب نوشجان کنین، مخصوصا اطفالی رو بسیار خوش دارن و ای که اصلا روغن جذب نمیکنه بین خود و دلا دلا بسیار خوبش میه، شما بعدا من براتون نشان میدم چقدر مقبول معلوم میشه. میتونین به زمان پیش غذا یا زمانی که چای نوشجان میکنین وقت تی تایم شما رو نوشجان کنین با یک سنک بسیار خوب شما رو استفاده کنین. هر دو ورقی کچولو رو یکی بالای دیگه بگذارین، بین روغن بزنین یا کمک مرچ و نمک در بین ازی پاش بدین و بر طریقی که شما خوش دارین میتونین کچولو رو همیشه بانین، صرف برای یک دقیقه زیاد نی باز وارد نخواده برش پاش بدین یا مکاسه که در پیچوریتان بانین و کچولو رو که شما دلا دلا ماندین بنچ روغن چرب کردین یا در بین از مرچ نمک شما پاش دادین همیشه بگیرین یا برش آرد به شکل پاش بدین، فقط روی زیر با آرد بپوشن. بازو مثل که رب میکنین رو رویش آسته آسته با آرد امرای دستان شما را خوب منتشر کنین و بعد از او یک دقیقه، صرف یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه این کاملا آماده سرخ شدن است و زمانی که شما این رو سرخ میکنین یه خوبی داره که اصلا روغن جذب نمیکنه. ببینین من اول روغن هم میزنم بالا یک ورق کچالو و بازو یک ورقی که بندازی از او است بالاش میمانم و بازو به با همراه آرد نخود و آرد کامفلاور که یک جا مخلوط شده و او اضافه میکنیم یا شما میتونید همراه لکان برایش پاش بدین، هر طریقی که بر شما آسانتر است. به ظرف 5 دقیقه شما ای سنک یا پیش غذا یا کچالوگه که سرخ شده بسیار خوبش است، روغن هم نداره، شما میتونید رو جور کنین. ببینین چهار طرف از من ویدیو رو فاست فورورد نکردم به خاطر از اینکه من میخواستم درست به شما نشان بدم. با دستتان او رو شما کل آرد منتشر کنین یا کمک مرچ و نمک شما در بین دو کچالو بمانین، او روغن چرب شده باز رو قاط کنین، روی دیگر برایش بانین و بعد از او امرای آرد طوری که به تصویر میبینین برایش آرد منتشر کنین و امرای دستتان خوب رو منتشر کنین و همشه بگذارین. بعضی که همه گذاشتین شما روغن تام در میال باید شما روغن تام سرخ کنین، روغن باید داغ شده باشه و بعضی که خوب داغ شد حرارت به مو شکل بالا میمانیم و یا به شکل
کمه که پایین میکنیم شک زیاد یعنی نسوزانه و اندازه که شما چپس سرخ میکنیم به مو اندازه باشه که درجه حرارت اول به بالا مانده میشه و بعد از او کمک رو به طرف پایین میکنیم اما زیاد پایین نی که او کاملا سرد شد و باز کچلو نرم میشه خمیر میشه و خوبش نمیه. پس بهتر است روغن داغ باشه. زمانی که روغن داغ بودی خوب سرخ میشه مدت 3 دقیقه یا 4 دقیقه شاید دیده بر بگیره که سرخ شوه و به حد خوبش میه و هیچ خوبی از این بارها تکرارن برتون میگم خوبیش است که اصلا روغن به خودی جذب نمیکنه. ببینید امروی دستتان برای شما همه آرده کمک میگیرین برای دستان رو منتشر میزادین به می سادگی چهار طرف شو هم به می آردک ها شما بپوشانین خلاصی کچالوگک هم شما دمیشه همونجا برای میزکتان بانین و بازی که روغنتان داغ شد ایره شما سرخ کنین کمک روغن در بینش بزنین و بعد از او ورقه کچالوگ به اندازهش است یعنی ببینین به اندازهش همون کچالوگک هم گرفتم و برایش از ای آرد منتشر میکنم همه آرد وقتی که برایش منتشر شد آماده سرخ کردن است باز ما میریم ایره سرخ میکنیم و ایره شما میتونید برای اطفالتان زمانی که پارتی دارن و یا ماه رمضان از شما جور کنید و یا برای اطفال بسیارش پکوره را خوش نداره شما میتونید بجای از این که پکوره را درست کنید میتونید نزی برشان درست کنید مرش نپردین صرف و شغل کچولوی سرخده یا زمانی که چپس میخواین یا از یک طریقی چپس آدم خسته میشه میگه یک چیز نوتر بخوری و ایره زمانی که شما به دیکور میکنین تزین میکنین و گارنش میکنین به روی دسترخوان میارین بسیار مقبول و معلوم میشه و یک چیز نو هم هست و یکی خوبی عزیز که یه اصلا روغن جذب نمیکنه اطمان امتحان کنین ببینین ایش روغن هم به خود جذب نمیکنه حتماً امتحان کنین و ببینین این کچالو واقعا براتون بارم بازم تکرار میگم که روغن جذب نمیکنه و چهار طرف از زیرش شما میتونین امرای میاردتون بپوشانین روغن ما قبلا داغ کرده بودم زمانی کچالو رو ما جور میکردم روغن داغ شده بود و حال به او کچالو رو اضافه میکنیم هر کدام شب چند چین دانه به او اضافه میکنیم به روغن ما بار اول صرف یک دانه امتحانی علاوه کردم و موندم که سرخ شوه و بعد از او دگرهاش اضافه کردم و برای روغن بزنین و واقعا یک چپس یا کچالوی سرخ شده یا سیب زمینی سرخ شده بسیار خوبش از این جور میشه برای روغن شما پاش بدین و هم رنگش مقبول میه مقدار روغن اگر زیاد باشه یک کار خوبی است که امو هر چیزی که شما سرخ میکنین او زیاد روغن جذب نمیکنه اگر مقدار روغن شما کم میمونین او زیاد روغن جذب میکنه این یک رازی است که در آشپزی باید همه بدانن کچولوگک ها سرخ میشه آسته آسته و حال ما همه ورقایی را که درست کردیم اومده کردیم علاوه میکنم حرارت زمانی که شما چندین عدد کچولو را اضافه میکنین باید حرارت روغن تان بالا کنین اگر کم باشه کم او را به طرف متوسط پایین بانین یعنی برازی که حال ما کلش را میخواییم سرخ کنم حرارت داخلین درجه بالا ماندیم و به این شکل روغن جذب نمیکنه و همه کچولو سرخ میشه تقریبا 3 الی 4 دقیقه یا حداقل 5 دقیقه رو دبر میگیره که کچالو سرخ شوه همش از دو طرف یک روی به دیگر رو میکنیم و بعد از اینکه آماده شد ما ایره همراه ساس چتنی و هر چیزی که شما دوست دارین میتونین ایره سرو کنین و از هر دو طرف باید پخته شوه باز اینکه از روغن شما کشیدین شما میتونین ایره بالا یک دستمال کاغذی یا تیشو بانین میتونین روغنش رو جذب کنه و به همین سادگی شما یک سنک یا پیش غذا یا وقت چای اگه شما میخواین سرو کنین جور میتونین برایش مرچای دانه داره پاش بدین البته مرچ جوکو و خدا کنه ترس ده خوشتان بیا اگر خوشتان آمد لطفا لایک شیر سابسکرایب و کامنت فراموش نکنین اگر کدام فرمایش دارین حتما بر ما در کامنت ها بنویسین انشالله براتون ویدیو درست میکنم بازم خدا کنه ترس ده خوشتان بیا در این موسم سرما و زمستان شما رو سرو کنین ببینین امروز ساس چلی ساس شیرین که هست امروز زوم سرو میکنم و شما میتونین امروز چتنی های افغانی که لیست شما در پایین میگذارم در پایین ویدیو شما میتونین امروز چتنی ها نوش جان کنین روز خوش براتون میخوایم.